حداقل 19 کشته در حمله به دبستانی در ایالت تگزاس در حمله به دبستانی در جنوب ایالت تگزاس آمریکا حداقل 18 کودک و یک آموزگار کشته شدند به گفته مقام ها یک مرد 18 ساله در مدرسه ابتدایی راب در شهر اووال در نزدیکی زور شروع به تیراندازی کرد که نهایتا به دست یک مامور کشته شد حمله روز سهشنبه در خلال افزایش شمار خشونت با سلاح گرم در آمریکا روی است این دومین به شدت مرگبار در مدارس ابتدایی با دانش آموزان گروه سنی 5 تا 11 سال در ده سال اخیر است. گیر گبت فرماندار تگزاس پیشتر مهاجم را سال و دور راموس 18 ساله توصیف کرد که به گفته او 14 دانش آموز و یک معلم را به طرز وحشتناکی به ضرب گلوله کشت. آمار کشته ها بعدن او افسود تصور می شود که دو افسر حاضر در محل هدف تیراندازی قرار گرفته باشند اما جراحات آنها جدی نیست به گزارش رسانه‌های محلی در آمریکا مرد مسلح ممکن است در آغاز تیراندازی مادر بزرگ خود را کشته باشد شبکه سی بی اس گزارش می‌دهد که مزنون به یک سلاح کمری و یک سلاح نیمه خودکار ای آر 15 و خشاب‌هایی با حجم بالا مسلح بود بر اساس این گزارش او احتمالا دانش آموز دبیرستانی محلی بود پیتار دوندو رئیس پلیس منطقه آموزشی اووانت گفت که تیراندازی در ساعت 11 و 32 دقیقه به وقت محلی شروع شد و محققان بر این باورند که مهاجم در این جنایت شنی تنها عمل میکرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش میدهد که یک افسر گشت مرزی که در آن نزدیکی بود با شنیدن صدای تیراندازی خود را شتابان به مدرسه رساند و مرد مسلح را به ضرب گلوله کشت. منطقه تحصیلی اووالد واقع در 140 کیلومتری غرب شهر سن آنتونیا به بی, بی سی گفت که مدرسه از دانش آموزان تخلیه شده است شمار دانش آموزان این دبستان زیر 500 نفر است